سلام و صد سلام خدمت شما همه دوستان عزیزان. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و شاد و سلامت باشید. امروز میخوایم با هم یه شور خیلی خوشمزه رو آماده بکنیم. برای تهیه این شور شما میتونید بنا به سلیقه خودتون به هر میزانی که دوست دارید از سبزی‌های تازه و سبزی‌های معطر استفاده کنید. سبزی‌های تازه مثل جعفری و شوید، سبزی‌های معطر مثل نعنا، ترخون، مرزه، دانه‌های گیشنیز و حتی چیلی خشک و دانه فلفل سیاه میتونید استفاده کنید. تنها چیزی که در تهیه شور مهمه میزان آب و نمکی هست که ما استفاده می‌کنیم. من برای هر یک پیمان آب یک قاشق غذاخوری نمک و نوک قاشق غذاخوری شکر استفاده می کنم. البته شکر دل بخواهی، شما می تونید از اون استفاده نکنید. من برای تهیه این شور از سرکه استفاده نمی کنم، اما اگه شما دوست دارید از سرکه استفاده بکنید می تونید برای هر یک پیمان آب از دو قاشق غذاخوری سرکه استفاده بکنید. یکی از نکات مهم برای تهیه شور اینه که شما باید از نمک دریایی یا نمک کشر استفاده بکنید، چون که نمک سفره طعم زیاد خوبی نداره، اما نمک دریایی یا نمک کشر طعم و کیفیت بهتری رو به شور شما میده. بعد از اضافه کردن نمک و شکر به آب، اونها رو خوب هم میزنم تا کاملا توی آب حل بشه. بعد به مدت 10 دقیقه میذارم تا بجوشن و بعد از اون قابلمه رو از روی حرارت برمیدارم، میذارم کنار تا کاملا خنک بشه و آماده برای استفاده توی شورمون بشه. شما دوستان عزیز میتونید از هر سبزیجاتی که دوست دارید برای تهیه شورتون استفاده بکنید. من خودم از گل کلم، هویج، کرفس و کمی لبو استفاده کردم که یه رنگ صورتی خوشگلی به شورم بده. شما باید سبزیجاتتون رو خیلی خوب بشورید، خشکشون کنید و اونها رو به شکل و اندازه های دلخواهتون برش بزنید. و یکی دیگه از نکات مهم برای تهیه شورتون اینه که شما از یک ظرف تمیز و کاملا خشک برای تهیه شور استفاده بکنید تا خدایی نکرده شورتون کپک نزنه. در ابتدا من از کمی سبزی تازه مثل شوید و جعفری برای کف ظرفم استفاده میکنم. یکی از نکات دیگه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که چون من از سرکه استفاده نکردم، میخوام از میزان بیشتری سیر استفاده کنم تا طعم بهتری رو به شور من بده. حالا من کمی از سبزیجات شسته شده و خرد شدم رو داخل ظرف میریزم. بعد از اینکه یک لایه از سبزیجاتم رو داخل ظرف ریختم، مقداری از مخلوط سبزی‌های معطرم رو روی سبزیجاتم می‌ریزم و چند حبه سیرم به اون اضافه می‌کنم. در لایه بعد من چند تیکه از لبوهایی رو که قبلا خرد کردم رو به داخل ظرف می‌ریزم. این لبوها رنگ صورتی خیلی قشنگی رو به شور شما میده. شما هم میتونید امتحان کنید و بعدا نظرتون رو برای من تو کامنت ها بنویسید. و این مراحل رو ما انقدر تکرار می‌کنیم تا ظرف ما کاملا پر بشه. من برای اینکه یک مقدار طعم تندی به شورم اضافه بکنم از 2 فلفل چیلی میخوام استفاده بکنم و برای این کار من یک برش در فلفل ایجاد میکنم تا این فلفل خیلی راحت تر طعم تندیشو به شور من انتقال بده.
وقتی که ظرف ما پر شد، من مقداری سبزی تازه که همون جعفری و شیویت هست رو روی سبزیجات قرار میدم و آب نمکی رو که تهیه کرده بودیم و گذاشته بودیم سرد بشه رو شروع میکنم کم کم به موادم اضافه کردم. توجه داشته باشین که این محلول آب و نمک شما باید یک بند انگوش روی سبزیجات شما رو بگیره. ما باید ظرفمون رو به مدت 2 هفته در یک جای خنک ازش نگهداری بکنیم تا شورمون آماده بشه. من خودم شخصا بعد از 5 روز که شورم در دمای اتاق بود اون رو به داخل یخچال انتقال میدم. خوردن بعضی از غذاها با یه شور خوشمزه یه مزه دیگه ای داره. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها برام بنویسید که شما چه غذایی رو دوست دارید با شور میل بکنید. امیدوارم که این شور خوشمزه رو تهیه بکنید و در کنار خانواده و دوستانتون نوش جان بکنید. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزانی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. شما رو تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.